فقط عشق میتونه نجاتم بده، اونم عشقی که از تو تو قلبمه، دارم عاشقونه صدات میزنم، نجاتم بده از تو این هم همه. دعا میکنم با دو دست حقیر، دلم لک زده واسه آغوش تو، چه بارون تندی تو چشم منه، چه احساس خوبی دارم پیش تو، چه احساس خوبی دارم پیش تو. دلم دست به دعاته، چشام همش براته، خدا به هم نگاه کن، امیدم به نگاته. دلم دست به دعاته، چشام همش براته، خدا به هم نگاه کن، امیدم به نگاته. گفت عیسی خود پدر را من درم، هر کسی را تا پدر من میبرم. ای حواری بر در دیگر مرو، ای حواری بر در دیگر مرا، ای که هستی تو مرا همسنگرم. گر گذاری بر زمین بار گناه، می نشانم من تو را اندر برم. گر تو می خواهی بدانی عشق را، عشق را من اول و من آخرم. با درود خدمت هموطنان عزیزمون در سراسر جهان، سپاسگزار هستیم از اینکه اجازه دادید مهمان منازل شما عزیزان باشیم. همونگونه که آگاه هستید، برنامه امید جاودان از سه شنبه تا جمعه در خدمت شما هستش. ساعت 11 برنامه‌مون رو شروع خواهیم کرد. البته جمعه ما در شبکه محبت در خدمت شما خوبان خواهیم بود. سعی ما این هست مطابق کلام خداوند این امید، این آرامش، این امنیت، این عشق و محبت خدا رو از کلام خداوند به شما عزیزان انتقال بدیم. همون گونه که ما به توسط روح القدس دریافت کردیم، شما زندگیتون پر از برکت و شادی و امید باشه. هموطنان عزیز، این برنامه برنامه زنده هستش. تشویقتون میکنم لطفا روی فیسبوک ما رو شیر کنید با دوستانتون تا اونها هم از این برنامه برکت بگیرن و نیز به آنچه که آرزوی دلشون هست با فیض خدا نیز اجابت بشه. امروز مهمان عزیزی رو داریم، خواهرمون شادی که از خادمین خوب کلیسای پرستمان مسیح هستن. سپاس از این که با ما هستی شادی جان. بفرمایید. خوشحالم اینجا هستم و به همه سلام میگم. جانم مرسی مرسی. خواهر شادی عزیز یکی از خادمین خوب و فروتن، باور کنید میگم جلال از آن خداست، اما یکی از عزیزانی هستش که خستگی های منو گرفته در طول خدمت. آه. و جاهایی که خیلی زندگی سخت شده، خدمت سخت شده، ایشون جزء بنیانگذار سازمان پیشتازان صلح هست، سازمان ونگارد پیس میکرز، و برای استارد کارهای قانونیش از اونجا که ایشون وکیلم هستن خیلی کمک ما کردن در کلیسا، در خدمت مینستریمون، و همیشه هم با اون روحیه پر از محبت و فروتنیش ایستادن کنار ما و منو تحمل کردن. همسر خوبشون امیر عزیزم، حالا هم که دوتا پسر دارم، پسرای خوبشون سموئیل عزیزم، ایلاژای عزیزم، که واقعا این عزیزان از طرف خدا برای کلیسای ما هدیه بزرگی هستن. ممنون هستم شادی جان که با ما هستید عزیزی. بشنویم از شما، مالی چند دقیقه بشنویم تا بریم برای مهمونمون. مطلبی هست بخوای بگی شما؟ امروز روز خیلی خوبیه، روز پر از برکت واسه هر کدوم ما عزیزان. و خیلی یه گوینده خیلی جالب داریم، نه؟ بله بله بله. پستر اریکو داریم. پستر اریک یکی از دوستان بازم شادی جان هستن که لطف کردن با امیر عزیزم. دو هفته پیش کلیسای پرستمان مسیح بودم و ایشون عطای شفا دارن. میدونیم که خداوند، کلام خداوند هموطنان عزیز اعلام میکنه که کسی که مسیح ایمان میآورد، دیگه ما میتونیم تحت پوشش نام عیسی مسیح هر آنچه که بخواهیم خداوند به ما خواهد داد، و کلام خداوند به ما نیز در اصل این حکم و این ضرورت رو داده بریم برای مریضا دعا کنیم اونا شفا بگیرن. پس همه ما میتونیم دعا کنیم مریضان شفا بگیرن، اما عطای مخصوص شفا نیز به افرادی داده میشه که اراده خدا هست که اون افراد برن در مسیر اراده خدا مریضان رو دعا کنن و اونها شفا بگیرن. پستر اریک عزیز که چند دقیقه دیگه با ما خواهد بود، هموطنان عزیز، ایشون نیز خواهند اومد. موضوعاتی که میخوان صحبت کنن نمیدونم دقیقاً در تو چه موضوعاتی هست، خودشون مطرح میکنن، اما به دلم بود که
شادی عزیزم و پاستر اریک بیان اینجا با ایشون و خدمات ایشون آشنا بشید. متاسفانه امروز تلفن ما با مشکل فنی روبرو شد که نمیتونیم تلفن‌ها شما رو بگیم، اما میتونید روی فیسبوک موضوعات دعاتون رو بنویسید، به طور خاص اگر مریضی هست بنویسید و ما اسامی شما رو به پاستر اریک خواهیم داد، ایشون دعا خواهند کرد. از ایشون خواهش کردم که به ما زود به زود سر بزنن، در وقت‌های دیگه از ایشون می‌خوایم که حتما بیان پیش ما، اون موقع از شما عزیزان دعوت می‌کنیم. پس بیاید اگر مریض هستید بیاید شفا بگید، اما شفا قدم اولیه که ما مسیر رو می‌شناسیم، ولی مسیر می‌خواد به ما نجات و رستگاری بده. دقیقا. درسته؟ دقیقا. یعنی یه چنین چیزی برای خود منم پیش اومد دیگه، درسته؟ بله شما ونوس جان دختر عزیزتون شفا گرفت. آمین. و این یه علامت بود واسه شما، نه؟ دقیقا. و واقعا شفای ونوس من رو معجزانه بود. آمین که معجزه بود. آمین که واقعا معجزه بودش. ولی شفای ونوس کمک کرد که من برم به دنبال این که میتونه یه حقیقت دیگه ای باشه. بچه خوبه و عزیزان تعریف کنین اون رویایی که دیدین تو ایران برای شفای بنوز. آره بله، قبلا اینقدر ما اینجا صحبت کردیم که بله، موقعی که من رفتم کلیسا اولین بار و زمانی که برای دخترم ونوس دعا کردن، کشیش وارتان عزیز، من همون شب خواب دیدم که مسیح اون رو شفا داده. شما مسیحی بودی؟ نه بودم، من مسیح نشده بودم. من یک ماه و نیم دو ماه بعد از اینکه ونوس شفا گرفت با تحقیقات به مسیح ایمان آوردم شدیدم. ولی کن چیزی که هستش اینه که اینها همه قلمرو هستش. حتی در انجیل لوقا اگر چهار، قبل از اینکه برادرمون رو داشته باشیم چند تا آیه رو براتون میخونم، اعلام میکنه که انجیل لوقا که مسیح لوقا 4:18 میگه روح خدا بر من است، زیرا که مرا مس کرده تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرسته تا شکست دلان را شفا بخشم. پس شفا فقط شفای جسم نیست، بلکه شفای روح، شفای افکار خسته ما هست، ترس های ما هست. و اسیران را به رستگاری و کوران را به بینایی موعظه کنم، تا کوبیدگان را آزاد سازم و از سال پسندیده خداوند موعظه کنم. این وعده خداوند ما عیسی مسیح هستش. فقط یه شرط داره. بله. این کلام ها فقط کلام هایی نیست که چه قشنگ میگه عیسی مسیح، چه خوب میگه. واقعا به ما گفته تو انجیل با سادگی باور داشته باشی. برابر. اون شخصی که میاد به من باید سادگی یک بچه داشته باشه. چجوری؟ ما الان پسرامون، یه پسر داریم دو سال و نیمشه، یک دونه 4 سال، و واقعا خیلی واسه من جالبه چقدر راحت باورشون میشه، باورت میکنن، چقدر راحت میبخشنت. برابر. و خدا میخواد با اینجور سادگی بیایم و این کلامو بطلبیم. وقتی که شما امروز تماشا میکنین، گوش میدین، قلبتون را باز بکنید و بگین خدا واقعا اگر جایی هست که من نمیتونم باور کنم تو معجزه میکنی یا میخوای به من شخصا شفا بدی، فقط نه که همین جوری که کشیش رسول گفت شفای جسم، ولی شاید شفای فکر لازم داری. آمین. احساساتتون، دلتون. آمین. شکسته. هممون یک دل شکسته هایی داشتیم تو این دنیا میشه. بله. و هنوز آزاد نشدین از این. یک تلخی هست، یک سنگینی. بعضی وقتا خوشحالین، میگین خب رفته همه چی، ولی یهویی نشستین دوباره اون فکر میاد، باعث غمگینی هست، باعث افسردگی. خدا میخواد اینو از دوش شما ورداره. آمین. ولی شرط داره که ایمان داشته باشین که حقیقتاً میخواد، دوستتون داره و میخواد این کارو بکنه از طریق عیسی مسیح. آمین 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 آمین. خب من میخوام قبل از اینکه بریم با هم دیگه پاستری که عزیز داشته باشیم، میخواد شما یه دعایی بکنید؟ خیلی خوب، مرسی. بفهم. یه دعایی بفرمایید برای هموطنان عزیزمون و بعد بریم پاستری که داشته باشیم. بفرمایید. دعا بکنیم. واقعا خداوند مرسی، ما ایمان داریم
همین امروز و همین الان تو حضور تو هستیم، تو اینجا هستی. شاید با چشمای جسمانیمون تو رو نمیتونیم ببینیم، ولی با چشم روحانیمون میتونیم لمس کنیم. ایمان داریم خداوند این کلامت نوشتی مثل یک نامه عشق برای ما، تک شخص هر شخصی که الان نشسته گوش میده تماشا میکنه، شما رو دلش گذاشتین که این کارو بکنه، برای اینکه پیام مخصوص داری واسه هر کدوم ما. نظر ما صحبت کنیم، نظر پاستر اریک باشه که صحبت میکنه، ولی روح تو فقط ما یک وسیله باشیم برای تو که این پیام عشق رو به عزیزانت برسانیم. به نام عیسی مسیح دعا میکنیم و میگیم شکر. آمین آمین. با سپاس. پس اگه اجازه بدید دیگه من در خدمت شما نیستم. البته خواهرشادی عزیز در برنامه های در پرتوی عشق با من بودن، در کنار من بودن برای این خدمت سالهای پیش که برنامه هنوزم در شبکه امید جاودان پخش میشه. هم‌وطنان عزیزم، پس برنامه رو میسپارم به شادی عزیزم، به خداوند و به پستر ایک عزیز. با ما باشید لطفا، خواهش کنم این برنامه رو ببینید و مشروط برای اینکه مایل هستید براتون دعا بشه روی فیسبوک و یا با شماره تلفن 818-716-4-0 تماس بگیرید، مسیج های خودتون رو بذارید تا برای شما دعا کنید. من شما رو به دستان خدا میسپارم، اما با این برنامه باشید، این برنامه ادامه داره. و کشیش رسول به جا. عزیزان گفتیم پاستر اریک فارس زبان نیست، انگلیسی بله. صحبت میکنه. بله ایشون ترجمه میکنه. سپاسگزارم، من فراموش کردم. بله پاستر اریک آمریکایی هستن، پس بنابراین ایشون ترجمه خواهند کرد. الان ببخشید اگر فارسیم کاملا، ولی واقعا دعا میکنم روح القدس یه فارسی رو بهتر کنه. شما همه آمین. چی رو قشنگ بفهمید. آمین که اون صداقت خوب شما، قلب خوب شما شادی جان همه رو مکشوف میکنه برای عزیزان موقعی که ترجمه میکنه. پس بریم برمیگردیم با پاستر اریک عزیزم و شادی عزیزم باشید. The Bible doesn't say that Jesus healed someone and then later on he came back. He heals you completely. When I got healed, I tried to eat everything and do everything to get the symptom back because I could not believe. وقتی که من شفا گرفتم همه چی خوردم، همه کار کردم که بتونم دوباره اون اثرات رو احساس کنم، برای که واقعا باورم نمیشه. I said to my wife, after one night, I'm شفا یافتم. And she said, Eric, just keep taking your medicine. همینجوری ادامه بده قرصاتو بر. Because she saw me. With medicine is bad enough, but yeah. Without medicine she'd think I'm crazy. But then I said to her, I haven't taken medicine for 1 month and not one symptom. And then I started to tell people what God had done for me. I was a businessman. He started to heal people just from my testimony. آدم ها با اثرم شهادت هم شفا بودم. من هیچ فکر نکردم من همش اینجوری فکر کردم، ولی خدا یه بیزنس تازه داشت که داشت آمادم می‌کرد.
بیزنس خدا. Anyone else? Come on. Again. Test. Yes, come, come. It's good to see you and hear your voice. من حقیقتاً جلال عطان مسیح هستم. میخوام اینو بگم که خداوند ما زنده است. من پسرم باز رسول میاد دندان پزشکی کار میکنم. من الان خدمت فصل برگشت. خب اگه دندونتون درد حتی دعا کنی باور نمی‌کنم، باور نمی‌داری. لحظه دندون از بره. خیلی کسی ها مریض بودن، ممکنه دردی داشته باشن، دردهای مختلف. ولی فکر نمی‌کردم برای دندون هم چیزی باشه. ولی جلال عظیم هست. Amen. I haven't been to a dentist for 20 years. Oh, they've been 20 years, 15, 17, 20 years, not 20. He is my dentist. Amen. He can do it better than anyone. Anyone else? Come on. Let's have three more good testimonies. Did you have the condition? I had started from last week actually. And gone. Amen. Yes, brother. Hallelujah. Amen. And I didn't touch you, by the way. Not me. I love Jesus for us. I think to my God, I love Jesus Christ in the name of Jesus. من مدتی بود دستم ارتباطی رفتم، خیلی چون رفتم. یه شب چون هر روز من بایبل میکنم، از اون من شب دعا میکنم، نشستم گفتم این خدا ایسا مسیح تو با شاگردات روح القدس بسی موقع رفتم، اینا مثل خودت کوری شب خود رو در موقع زندگی کردن. منم پیرمردی هم 75 سالمه، 6 سال ایمان دارم، مرمان نمی کنم، دستم رو گذاشتم رو دستم، با دلم تو دستم گفتم خداوند رو خواهش کنم دست من شفا بده. باور کنید یه سال من همه دستم تکونه می خورد، دستم رو گذاشتم. God, living God. This is a living God. That's why signs and wonders and healing is important. In what's the moment? Because shafa, moment. Living God. We need to know that He is present, and through the healings and the miracles, then we can say yes. باید بدونیم حضورش اینجاست و از طریق این معجزات و شفا میتونیم بگیم بله. Many people came to Jesus just for healing. خیلی آدم‌ها اومدن به Jesus فقط واسه شفا. Of trauma. یا واسه چیزی شده. They didn't come to hear a great preacher. They came with their last strength to get a miracle. قدرت آخرش اومدن که یک معجزه. And the Bible says everyone. و انجیل گفته همه شفا. Hallelujah. I like that Jesus. I like that Jesus.
especially when you're sick. You like healing. Some people say healing is not important. Oh, you just sick like me, healing important. Change my life. Change my life. I can breathe in again. I can think clearly. I can eat anything. I don't have to think about my problem anymore. That's good, no? Yes, amen. Anyone else? I want to give everyone an opportunity to testify. Anyone? Maybe you gave your life to Jesus today. Maybe you dedicated, you said, God, I believe. Anyone today? It's good to come to the microphone because this is your testimony. جلال به خداوند. من میخوام بگم که این پستر غریب نیستش که شفا میده، بلکه خداوند هست. هر کدوم ما رو خداوند گیفت، یه هدیه مخصوص داده برای اینکه کلیسای خودش رو بلند کنه. و گیفتش برای شفا هست. من خواهرم یک سال خیلی کلیساها رفته بود، خیلی دعوا کرده، دستش رو نمیتونست از این حد بیشتر بالا ببره. یه روز نه که برای این فقط بردمش میشه بسرریک گوش بشه، بسرریک و ایشون دست گذاشت و دعا کرد. چند دو دقیقه شاید طول نکشید، کاملا دستش رو بینندگان عزیز برگشتیم با پاستر اریک. And Pastor Eric, we're very happy to have you here with us today. It's a great honor. And we are excited to hear the message you have to share with the people of Iran. Hallelujah. Amen. So I am greatly honored to be here. من خیلی خوشحال هستم که اینجا هستم با شما. I am so honored to talk about Jesus. که بتونم راجع به مسیح صحبت کنم. Because he alone changed my life. فقط تنها او زندگی منو عوض کرده. I want to share a little bit about who I am. میخوام با شما صحبت کنم راجع به من کی هستم. I come out of a very traditional Roman Catholic family. یک فامیل سنتی کاتولیک داشتم. And at the age of 28, I wanted to marry a beautiful lady. و 28 سالم بود که میخواستم یک زن خیلی زیبا ازدواج کنم. But when I was thinking about marrying, I thought I need help. ولی وقتی که فکر ازدواج میکردم، فکر میکردم کمک لازم دارم. This was all in Germany. این تو آلمان بود. And this was beautiful lady. یه زن خیلی زیبا و آلمانی. And so I remember my father saying to me, if you ever come to a place where you cannot go ahead. و یادم پدرم به من گفت اگر هیچ وقت میرسی به یک جا که نمیتونی دیگه جلو بری. He said to me, drop to your knees and look up and give it to God. گفت به من پس زانو بزن، بالا نگاه کن و بسپر به خدا. And when I first heard that, to me that would be failure. و وقتی که اول این را شنیدم احساس کردم این شکستگیه، این ضعیفه این کار. But now I was making a choice to marry. That was something very new and I was a businessman at that time. ولی حالا من یک انتخاب کردم، انتخاب مهمه، انتخاب کردم ازدواج کنم. So I thought. و من یک مرد بودم، بیزنسمن بودم. So I thought maybe I will try. فکر کردم اوکی این حکمت بابامو گوش میدم به این. My father always lived in a beautiful home, had a beautiful life, 10 children, everything going good. پدرم همیشه خیلی زندگی پربرکت داشت، خونه زیبا، 10 تا بچه، همه چی عالی. We lived in 4 different countries. 4 تا کشور مختلف زندگی کردیم. And we experienced a wonderful life. و واقعا تجربه کردیم یک زندگی عالی پربرکت.
And he testified when he was 51, he came to a place that was very difficult. وقتی که 51 سالش شده بود، شهادت داد که رسید یک جایی که خیلی سخت بود. And so that was the time he dedicated his life to God. و اون موقع بود که قلبش رو داد به خدا. Before he was into قبل از اون he was into a German philosophy. تو واسش فلسفه آلمانی جالب بود. He was a writer and نویسنده بود. Poet and many شاعر خیلی کارهای دیگه می‌کرد. So I thought, okay, God blessed him. I need a blessing. واسه این فکر کردم خب خدا پدر منو برکت داده و من یک برکت لازم دارم. Up to that time, I had no experience with God, just going to church, trying to be good, trying to give some honor to God and to my family. تا اون موقع که 28 سالم بود، هیچ تجربه‌ای با خدا نداشتم. فقط می‌رفتم کلیسا با فامیلم، بیشتر سنتی. So I dropped to my knees and said to God, whatever you can do with my life, it is yours now. And help me. بنابراین زانو زدم گفتم میدونی هر کار میتونی بکنی با این زندگی که دارم میسپارم به تو کمکم کن. And when I got off my knees, I felt better, but that was nothing different. My father had an amazing testimony when he got off his knees, but I didn't feel anything special. پاشدم دیدم اوکی هیچی عوض نشده زیاد تو من. پدر من گفت وقتی که خودش زانو زده بود خیلی تجربه عالی معجزانه داشته بود بعدش، ولی من هیچ فرقی ندیدم. So that evening it was probably in the middle of the night I felt there was an intruder in my bedroom. ولی همون شب نصف شب بود احساس کردم یکی داره میاد توی اتاقم. And I wanted to defend myself, so I turned around real fast. And there was standing Jesus Christ. Now remember, I was brought up in a very traditional family, and the only understanding of Jesus Christ was either from a sermon or the stained glass windows of the cathedrals of Europe. یادتون باشه من گفتم تو یک فامیل سنتی کاتولیک بزرگ شدم، واسه این هیچ فکری که میکردم از عیسی مسیح راجب این کلیساها بود یا یک موعظه از کلیسا شنیدم. But he was standing there. ولی همون شب وایستاده بود جلوی من. And I wanted to say to him, you look just like the stained glass windows. و میخواستم بهش بگم واقعا ریختت همون جوریه که رو کلیساها اون پنجره‌ها هست. I was amazed that he looks like these images that we see in churches. و واسم جالب بود که درست همون پنجره‌های رنگی می‌بینی تو کلیسا اون ریختی بود. پس اون چیزی که تو کلیسا می‌بینیم شباهت داشت با اون رنگا. And as he was standing there, instead of saying those words, I said, it came out, you are the Christ. The Son of the Living God. ولی همون موقع ایستاده بود اونجا و به جای اینکه اینو بگم گفتم تو مسیح هستی، پسر خدای زنده. I heard many sermons in the church, but I never opened my Bible in my life. من خیلی موعظه شنیده بودم تو کلیساها تا اون موقع، ولی هیچ وقت یک بار نبود انجیلو باز بکنم. It was a holy book, and I thought more for the priest. کتاب قدوس بود و فکر کردم بیشتر مال کشیش هست نه که من. And he looked at me. و نگام کرد مسیح. He had the long hair. موهای بلند. One piece garment. یک لباس یک سر. No shine, no special, anything. He looked just like a man. یک شخص بود همون موقع مثل یک مرد. And he said to me, "You can walk even as I walked." And then disappear. و به من گفت تو میتونی هم راه بری همون جوری که من قدم گذاشتم و یهو رفت. Even 35 years ago. That was 35 years ago. 35 سال پیش بود این تجربه. I still feel him present with me when I talk about him. حضورش رو هنوز احساس میکنم 35 سال بعد.
وقتی که راجع به این تجربه صحبت میکنم. He is truly the Christ. واقعاً مسیح. Son of the living God. پسر خدای زنده. Our God. خدای ما. Hallelujah. Hallelujah. The next morning, I was scrambling looking for a Bible. I did not have a Bible. فردا صبح بیدار شدم، همه جا نگاه میکردم واسه یک انجیل، ولی خود من انجیل نداشتم. And I was thinking, will I share this with my girlfriend, who is now my wife? بعدم فکر کردم خب بگم این تجربه به این دوست دخترم که الان زنش زن من هست. So when I was visiting her, I saw a Bible on the table. In her apartment, and so I immediately took that Bible and went to the bathroom to have a look. واسه این وقتی که رفتم خونه دوست دخترم ملاقاتش کنم دیدم یک انجیل داشت. I wanted to hear his voice. زود انجیل رو برداشتم رفتم تو دستشویی در رو انجیل رو باز کردم میخواستم صداشو بشنوم. I wanted to look for him in the Gospels. میخواستم تو این کتاب پیدا کنم مسیح. I heard about him. شنیده بودم راجع به مسیح. But I've never seen the scriptures about him. ولی هیچ وقت آیه ها رو ندیده بودم راجع به او. And there was such a hunger in me. و اینقدر گرسنگی داشتم To know more about this person. که بیشتر بشناسم این شخصو. He's alive. زنده است. He is with us. با ماست. This is amazing. این واقعاً قابل فهم نیست. عالیه. Many times following that I would weep. خیلی وقتا from the memory. بعد از اون گریم میگرفت. حتی از فکر این تجربه که He did not condemn me for my sins. هیچی نگفت سرزنش نکرد منو دید که تو گناهکاری تو کارو بد میکنی. He said I can walk like him. فقط گفت میتونی مثل من راه بری. I didn't understand that at all. اون موقع نمیفهمیدم چی میگه. But it was good. ولی خوب بود. And it touched my heart. و لمس کرد قلبمو. Hallelujah. I wanted to share that with you. میخواستم اینو با شما شیر بکنم. And I believe God is going to give you also such a wonderful testimony. و من باور دارم که خدا میخواد به شما هم یک شهادت معجزانه اینجوری بده. Our God is a living God. خدای ما خدای زنده است. God with us. با ماست. خدا با ما. And he is our father. و پدر ما هست. And he wants us to get to know him. و میخواد ما با او آشنا بشیم. So I'm going to share some scripture with you. حالا من واسه چند تا آیه میخونم از کتاب مقدس. And the number one scripture. و اولین آیه. In the Gospel of John. تو chapter 3 verse 16. 1:16. For God so loved the world. خدا اینقدر عاشق دنیا بود. That he gave his only begotten son. که یگانه پسرش رو قربانی کرد. That whosoever believe on him shall not perish. هر شخصی که باور کنه تو مسیح. But have everlasting life. هیچ وقت مرگ را نمیبینه ولی حیات ابدی داره. God so loved us when we're in our sin. خدا اینقدر ما را دوست داشت حتی با اینی که ما اونو دوست نداشتیم و تو گناه بودیم. When we did not even care about him. اون موقع که اصلا فکرشو نمی کردیم رابطه ای نمی خواستیم با او. Because he's our creator. برای اینکه او ما را خلق. And he loves his creation. پدر ماست و عاشق ماست. And now through Jesus Christ. حالا از طریق عیسی مسیح. He can embrace us as his sons. میتونه بگه ما فرزند او هستیم. And be our father. و پدرمون باشه. And we can be his son. و ما میتونیم پسر و دخترمون باشیم. Of course, daughter. Of course, for everyone. Hallelujah. 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 So I love this message. How God loved us first. پس من خیلی این پیام رو دوست دارم تو کلام که میگه خدا اول ما رو دوست داشت. Now I want to talk to you about God as a covenant God. پس من میخوام راجع به خدا امروز صحبت کنم به عنوان یک خدایی که عهد میبنده با ما. Throughout the Old Testament, he made covenants with certain people. اگر نگاه کنین تو عهد عتیق همیشه با شخصای مختلف عهد بسته. And the covenant with Abraham was an amazing covenant. و اون عهدی که بست با ابراهیم واقعا
عالی بود. He chose Abraham to follow him. ابراهیم رو انتخاب کرد که مال او باشه. To trust him. که واقعا حمایتش بکنه. To have a relationship with him. که باهاش رابطه داشته باشه. And also to do great things. و از طریق ابراهیم و با ابراهیم کارهای عظیم انجام بده. And Abraham's faith was amazing and is amazing. و ایمان ابراهیم بود و الان هم هست یک چیز عالی. So God started to teach him of covenant. پس خدا شروع کرد به ابراهیم تعلیم دادن که عهد چیه. And he asked him to trust him. و گفت واقعا قلبتو بده به من، بسپار همه چی رو به من. To have ابراهیم. A child in his old age. ابراهیم من بهت یک پسر میدم تو خیلی با همین که سن او و سن خانومش خیلی بالا بود. And Abraham trusted him. و ابراهیم باور داشت، ایمان داشت. Amazing trust if you look at the scriptures concerning Abraham. این یک خیلی باور ساده ولی پرقدرت اگر بخونی داستانش رو تو این. In the New Testament he's called the father of our faith. ما تو عهد جدید میگه ابراهیم پدر ایمان ماست. So when we step out in faith we're like our father. پس وقتی که ما با ایمان قدم میزنیم مثل پدرمون هستیم. Now this covenant between God and Abraham. پس این عهد بین خدا و ابراهیم. It's a covenant of blood. یه عهد خون بود. God asked him to do certain things and blood was spilled. خدا ازش خواست یه سری کارها بکنه و خون میبایست ریخته بشه. The highest covenant between men on this earth is also with blood. بالاترین عهد بین مردم رو این زمینم با خون هست. It's marriage. ازدواج. That covenant of marriage is so holy. عهد ازدواج قدوسه. And it is brought together by blood. و با خون میاد. با هم یکی میشن. As they come together intimately, blood is spilt and the covenant is sealed and then they have children together. وقتی که زن و مرد یکی میشن، نزدیک میشن، خون ریخته میشه. این یک عهده. بعد از اون بچه دار میشن. God says they become one. خدا میگه مرد و زن یکی میشه. Abraham and God came together as one. ابراهیم و خدا هم working با together. هم عهد بستن، یکی شدن، با هم کار میکردن. They were in covenant. تو یک عهد بودن با هم. Now if you come all the way into the New Testament. حالا اگر بیاین توی عهد جدید. Thousands of years later. هزاران سال بعد از ابراهیم. I'm going to take you to Galatians chapter 3. میخوام ببرمتون. Verses 13 and 14. گلاتیان 3 13. And I'm going to read that out in English for those who understand English. من میخونم واسه انگلیسی واسه اونایی که انگلیسی میفهمن. I pray my sister Shadi will read that out in Farsi. Okay. Amen. Okay. So here in verse 13, this is Galatians chapter 3 verse 13, Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree, that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we may receive the promise of the Spirit through faith. Okay. And we are as much as you three. Can hear. پس میشه 13 و 14. مسیح لعنت قانون رو برداشت از ما
چرا؟ برای اینکه خودش برای ما یک لعنت شد. برای اینکه تو کلام نوشته هر شخصی که روی یک درخت میذارن لعنت شده است. چرا اینجوری شده؟ که برکت ابراهیم بیاد به همه شخصا توی عیسی مسیح، که ما هم بتونیم قولی که از طریق روح قدوس میاد بگیریم اگر ایمان داریم. هللویا، آمین، آمین. This is God's word, by the way. This is holy. خداست. This is divine word. His divine word. این کلام قدوسه. این کلام توی کتاب تاریخی نیست عزیزان. این کلام زنده است که از خدا آمده به ما. Hallelujah. Amen. So Abraham covenanted with God through the circumcision. پس ابراهیم با خدا عهد بست از طریق ختنه. And God brought about a whole nation with the blood for his a people to be with him and serve him and love him. و یک قوم از طریق ابراهیم خدا خلق کرد از طریق این عهد و خون. And here we find Jesus on the cross. و اینجا مسیح رو می‌بینیم روی صلیب. And he's bleeding. و خونش داره می‌ریزه برای ما. The perfect sacrifice. But again blood. و می‌بینیم قربانی کامله این کاری که مسیح کرد رو صلیب، ولی دوباره میبینیم خون با خون. And we then become one with our God. و از طریق این خونی که ریخته رو صلیب ما وقتی که ایمان داریم یکی میشیم. We با پدر آسمان. The non-Jew enter into this covenant that God has with Abraham. ببینین اونایی که یهودی بودن این عهدو دارن از طریق ابراهیم، ولی شخصایی که یهودی نیستن از طریق این خون با پدر یکی میشن. Through the blood of Jesus. از طریق خون. Yes. Hallelujah. And we are now covenanted with God. پس ما الان یک عهد بستیم. واسه ایمانداران، ایمانداران که تو به عیسی مسیح و عزیزان ایماندار به عنوان یک پیغمبر نه. ببینید عیسی مسیح یک مرد خوب نبود، پسر خدا بود، خودش هم خدا بود. این خیلی مهمه بفهمیم مسیح کی بود. So in this covenant, پس این عهدی که There's a part that God does and a part that we do. یه کاری هست که ما میکنیم، یه کاری هم هست که خدا میکنه. Pastor Eric, before you go on, for the people who might think, okay, well, there's God the Father, and you're saying that Jesus Christ is His Son. Yes. But He's also God, right? Can you explain that to our viewers? Yes. You know, if we go, there's a scripture here that we go to in John chapter 8. اگر یوحنا 8 بروید. Some people they see Jesus Christ as a prophet. بعضیا. And a great prophet. فکر میکنن مسیح پیامبر بوده. خیلی پیامبر عالی خوب. And yes, he was a prophet. نه که پیامبر ببخشید یک نبی و درسته نبی بود نبوت میکرد. He prophesied. Yes. He spoke. صحبت میکرد، نبوت میکرد راجع به آینده، میدونست چی میشه و پخش میکرد این کلام به مردم. But all people that believe that he's a prophet understand that a prophet does not lie. و اون شخصایی که میدونن یه کسی که نبوت میکنه نبی دروغ نمیگه یا واقعا یک نبی حقیقی نیست.
So if he's a prophet and he says certain things, you have to believe what he says if you call him a prophet. باید اعتقاد اگر یک حرفایی داره میزنه باید اون اگر میگین این نبی هست باید باورش داشته باشین. Well, the learned people. یا حتی میگیم پیغمبر خب باید اعتقاد داشته باشیم به اون حرفایی که میزنه درسته برای اینکه دروغ که نمیگه. Well, the learned people of Israel were challenging Jesus in John chapter, the Gospel of John chapter 8, and then Jesus responded in verse 56 and 57. He said, "Your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it and was glad." Then the Jews said to him, "You're not yet 50 years old, and you have seen Abraham." And Jesus responded to them, saying, "Most assuredly I say to you, before Abraham I am." Mm-hmm. So here we know he is God. پس اگر... Not just the Son of God, he is fully God. خب من لطفا نگاه کنین به 8 55 right? Yeah. 8 یوحنا 8:55-56 نگاه کنین وقتی که عیسی مسیح به اون شخصایی که ایمان نداشتن که مسیح خدا بود فکر میکردن یک مرد معمولیه بهشون گفت که شما به یهودیا گفت که پدر شما ابراهیم خوشحاله که روز منو ببینه روز منو دید و شاد بود ولی یهودیا گفتن یعنی چی؟ تو اصلا 50 سالت هنوز نشده یعنی چی که تو ابراهیمو دیدی؟ و مسیح گفت مطمئن باشین به این چیزی که میگم به شما قبل از اینکه ابراهیم باشه من هستم یعنی نگفت I am من بودم من هستم من هستم هللویا آمین و واسه این من هستم من هستم من خدا هستم so break time I believe break time okay. So, پس بینندگان عزیز ما یک چند دقیقه شما یک سرود پرستش میاریم واسه شما و برمیگردیم خدا محبت است مطابق نامه اول یوحنا 4:8 گواه بر این است که خدا محبت است اما آنچه در نظام اسلامی در طول 40 سال با بستن دانشگاه‌ها در ابتدای به قدرت رسیدن نظام اسلامی و اعدام فریختگان کشور شکنجه و کشتار معترضین به نام خدا ایجاد فقر و فساد و به سرقت بردن اموال عمومی و منابع کشور به نام خدا و به هدر دادن منابع اقتصادی کشور در جهت ترویج ایدئولوژی خصمانه و جنگ طلبانه اسلامی به نام خدا تحقیر جوانان کشور بیکاری و جلوگیری از بروز احساسات و استعداد و اندیشه آزاد که بزرگترین علت مهاجرت گسترده آنان می شود به نام خدا سرکوب دیگر باورمندان اعدام، ترور، زندان و شکنجه کشیشان و ایمانداران مسیحی بستن کلیساهای فارسی زبان حملات پیوسته به کلیساهای خانگی به نام خدا تحمیل شده است بر آن شدیم کمپینی ایجاد کنیم که بر در و دیوارهای ایران حقیقت یهوه خدای زنده را فریاد زنیم که خدا محبت So that you can get this healing. Hallelujah.
If you knew how I feel sometimes, when I feel I need Jesus or I die. I need Jesus. And you need Jesus too. Sometimes you may not feel like me, but you do. You do. And He's everything. He will take over every area of your life. As you give that to control Him, you must give it to Him. And you push on. You know, tell Him, make that real to me. Make it real. I will believe. Just make it real. And then I follow. Don't worry. God wants to be real. Let's have one more testimony. There's many testimonies. There's 20 more testimonies. So you don't have to worry. Someone's had trouble with their joints. Maybe arthritic, maybe just pain in the body, and it's gone. If it's gone, that's a testimony. Don't wait for a doctor to tell you if it's gone. Yes, it's gone. Now, she will not forget what happened. You know, when you come to Jesus first time, you never forget. And healing and miracles help you to have other time that you never forget. حقیقت اینجاست که خود مسیح
دریافت کن، دریافت کن. این بازی نیست، این حقیقته. اگه یک مسلمان متعصب مثل من که بچه قوم بودم رو خدا من عوض کرده، کار خدا تبدیله و خدا میخواد و میتونه شما رو تبدیل کنه در مسئول اراده خدا و همه اینها رو در نام عیسی مسیح بطلب. آمین. هللویا. خدا با ایرانی ها کار بزرگی داره. نقشه ایران در مرکزیت خاورمیانه قرار داره تا به فیض خدا، خدا سفیرانش از ایران بفرسته برای تسلی، برای آرامش، برای صلح، برای شفای تمام مردم آزرده که از یک باور دروغین به نام اسلام اومده. تا شماها شفا بده، تا شماها آرامش بدید و خدای روح القدس رو به همه ایمان داده. آمین. دریافت کردید، با ایمان بپذید. من ایمان دارم تا انتهای هفته خیلی ها من زنگ میزنن که شفا گرفتن. بعضی از شفاها رو فکر میکنن که باید باز دکتر تایید کنه. چرا؟ من برنامه ها رو لایو میذارم روی فیسبوک. الان یه مسیج اومده برای من شفای چشمم رو گرفتم و شفاهای زیادی دیگه. هر کسایی که تو کلیسا اصلا شفا نمیگیرن، حتی اگر این برنامه رو کسی تکرار هم ببینه، در نام مسیح شفا دهنده. آمین. با ایمان دریافت کن. عزیزان سلام. خب ما میخواییم صحبتامون رو ادامه بدیم، ولی قبل از این که من میخوام با شما یه چیزی شیر کنم که پاستر اریک صحبت میکرد، فکر میکنم مهمه و میخوام دوباره با شما اینو شیر بکنم که ببین خیلی ها به عیسی مسیح میگن خیلی آدم خوب بود یا پیغمبر خیلی خوب بود یا نبی خیلی خوب بود، ولی یک، ما مسیحی ها ایمان نداریم که فقط یک پیغمبر بود یا نبی بود، خداست. خب ولی حتی اگر شما ایمان دارین که پیغمبر هست، پس این هست که باید به حرفای این پیغمبر گوش بدین، نه؟ دروغ نمیگه. و اگر واقعا نگاه کنین، برای اینکه حتی تو اسلام یا تو ایمان تو مذهب باهایی یا خیلی خیلی مذهبای مختلف میگن عیسی مسیح حرفاش درست بود، پس اگر حرفاش درسته چه خوبه بریم کلامی که خودش گفته بخونیم ببینیم چی میگه. و اون چیزی که میگه اینه که من خدا هستم. خب آمادم اینجا واسه یک وقت کوتاه تو جسم. چرا؟ که بتونم بیام فرزندان خودم که عشق من هستم بتونم نجات بدم. شما شاید فکر کنید یعنی چی من نجات لازم ندارم، دارم قشنگ زندگیمو میکنم، حالا شاید سختی دارم تو زندگیم، ولی از چی نجات چی کار کردم؟ ولی حقیقتش اینه عزیزان که این دنیایی که توش به دنیا میایم این یک دنیای فانیه، یه دنیای تاریکی هست. قدرت این دنیا، اقتدار این دنیا زیر دست شیطان هست. مثل اینکه شما برین تو یک خانه که شخصا همه دارن سیگار میکشن، وقتی که از آن خانه بیاین بیرون و موهاتون شاید بوی دود بده یا لباساتون، همین جوریه. این دنیا آلوده است. واسه این هر جوری هر نیکی که بکنین، هر جور که شما بخواین زندگی کنین، بگی من خوب زندگی میکنم، حقیقتش هست تو یک اتمسفری هستین که تاریکی هست، که پادشاه تاریکی هست. و مسیح خداوند میخواد ما رو از این تاریکی نجات بده، از غمگینی نجات بده، از مریضی نجات بده، از برشکستگی، هم برشکستگی احساس هم برشکستگی مالی نجات بده. و من الان رو دلم با مردم ایران، عزیزان ایران که دارن تماشا میکنم صحبت کنم. الان چقدر وضع خرابه تو ایران، چقدر سخته.
ما خیلی واسه هموطنانمون تو دعا هستیم، ولی این هست که حتی با یک اکانومی برشکستگی و سخت که یک دولت که ظلم کرده به مردمشون، شما تو اون شرایط، حتی تو اون شرایط میتونین برکت بگیرین. خدا فقط خدایی نیست که خیلی خوب من روحانی هستم فقط برکت روحانی، نه، آمده شفا بده حتی به بیزنس شما، حتی به مادیات شما. پدره شما، خودتون خیلی ها تو مادر پدر هستین، وقتی که بچهتون یه چیزی میخواد میگی نه، غذا لازم داره، اسباب بازی میخواد، حالا رد بشیم از یه جایی که بخوابه، شما هر کار میکنین واسه بچهتون، چقدر بیشتر پدر روحانی این کارو میکنه. ولی که بتونین برکت و قدرت پدر روحانی رو بگیرین رو این زمین، باید بگین خیلی خوب، شاه من، شاهتون رو باید عوض کنین، شاهتون باید عیسی مسیح بشه. تو قلبتون تاج رو سر کی میذارین؟ رو عیسی مسیح. این انقلاب حقیقتی هست و اینه که تو زندگی خودتون شخصا خودتون نگاه کنین چه انقلابی میشه از نظر شفا. قلبتون رو عوض میکنه، رابطه هاتون رو عوض میکنه، مادیات، برکت مادی میاره واسهتون. و من همه اینا میگم که معرفی کنم، همین پاستر اریک راجع به عهد بستن صحبت میکنه، وقتی که مسیح رو دعوت میکنیم به عنوان خداوند آسمانی تو قلبمون و تاج میذاریم رو سرش و میگیم سلطنت کن تو زندگی من، میسپرم به تو، آن موقع دیگه شیطان و این زمین و ظلم، ظلمت دیگه رو شما اقتدار نداره، ولی شما رو او اقتدار دارین. وقتی که یکی میشیم با پدر، همون جوری که ما وقتی که ازدواج میکنیم عهد میبندیم، یه انگشتر داریم که به دنیا نشون بدیم ما الان یکی شدیم با همسرمون، خداوند اینو میخواد با ما، یک عهد ببنده و بگه نه، ما اینا الان مال من هستن، شیطان دور شو دیگه، اصلا این آزاد شدن. و پاستر اریک، I was just sharing about the covenant that when we make that covenant, even in Iran where there's so much political turmoil and the people are suffering and there's financial hardship, even then, in that atmosphere, the Lord can bring great material blessing because He cares about His children. Amen. It's not just spiritual, I'm spiritually healed, but there's a transformation in every area of our life when we accept the Lord. Many testimonies come from Africa where there's no sign of prosperity, and then people gather to believe and gather to trust God, and the whole area is transformed by this word, by God's covenant with His people. And God wants to do that in Iran. Of course, He wants to do that in the whole world. In the whole world. خیلی مثلا یک مثال آفریقا هست که خیلی سختی هست، خودتون میدونین تو اون زمین. ولی وقتی که این شخصا تصمیم میگیرن که ایمان داشته باشن تو عیسی مسیح، دیدن اصلا شهادت هست چقدر زندگی ها عوض شده، شرایط ها عوض شده. و مسیح میخواد واسه ایران این کارو بکنه، واسه همه دنیا. So I want to pray for you, so may I invite you into this time of prayer. بنابراین من الان میخوام برای شما دعا کنم. آیا میایین عزیزان با ما تو این وقت دعا؟ و دعا چی هست؟ دعا این نیست، برای ما دعا حرف زدن با خدا. هر جا میتونی با خدا حرف بزنی، از طریق ایمانت به عیسی مسیح. خدا دیگه نیست یک کسی اون بالا شاید منو بشنوه، نه، دوستت میشه عزیزان، باباتون میشه. و واسه این وقت دعا یه وقت صحبت کردنه به این سادگیه. Hallelujah. So let us pray together.
پس بیا با هم صحبت کنیم، دعا کنیم، صحبت کنیم با خدا. If you can, after me, with me. بیاین پس. Prayer is verbal, not just thinking. So you have to open your mouth. You have to agree and come into this time to receive the blessing of God. پس دعا فقط این نیست که دعا کنیم تو فکرمون، با زبانمون باید دعا کنیم، دهانمون رو باز کنیم. قدرت هست تو این و هرچی من میگم شما هم با من این دعا رو بکنین، این حرفا رو بزنین و بیاین با هم موافق باشیم. So let us say together, پس بیا با هم بگیم. Father God, پدر آسمانی، I choose today من to believe on Jesus Christ. من امروز انتخاب میکنم that he was born of a virgin, که باور کنم تو عیسی مسیح که به دنیا آمده از طریق یک باکره، walked on this earth as a man, رو این زمین قدم زده به عنوان یک آدم، and that many accounts of miracles from him, و خیلی معجزات شده از طریق او. He chose to live among the people and not in king's palaces. عیسی مسیح انتخاب کرده بین مردم زندگی کنه وقتی که اینجا بود، نه که تو یک قصر پادشاهی. Then he was accused and crucified. بعد از اون بیگناه بود ولی گذاشتنش روی صلیب و کشتنش. And the word of God says he's crucified on our behalf. و کلام خدا میگه چرا رفت روی صلیب. I choose to believe that. This is important for you to say. I choose to believe that. رفت روی صلیب، این مهمه که قربانی شده واسه من و شما و هممون. قربانی شده روی صلیب برای من، شما، هممون. یادت عزیزان گفتیم که میخواد ما رو، ما الان به عنوان یک زندانی زیر اقتدار شیطان هستیم تو این دنیای تاریک و خدا میخواد ما رو برگردونه به خودش و خون مسیح رو صلیب برای اینکه او بیگناه بود قیمت تو داده. شما کاری لازم نیست بکنین، خریده شما رو از تاریکی و آورده ما رو توی ملکوت نور با خون مسیح که ریخته رو صلیب. و شما فقط میتونین بگین من، نه که با فکرتون، انتخاب میکنم که این را باور داشته باشم. هللویا. So I choose to believe he died for me personally. He was buried and on the third day he rose from the dead. پس من تصمیم دارم، انتخاب میکنم که ایمان داشته باشم که برای من رفت رو صلیب، مرد و سه روز بعد از مردگان زنده شد. And before he ascended into heaven, he was seen by many many people. و قبل از این که برگرده به آسمان، خیلی مردم دیدنش رو زمین. The Bible says at one time there were 500 people gathering when they saw him. انجیل گفت همین بعد از مرگش دیگه، وقتی که زنده شد اومد دوباره رو زمین، خیلی‌ها دیدن. انجیل نوشته یک جا 500 نفر دیدنش. I choose to believe that. انتخاب میکنم که این کلام را با سادگی ایمان داشته باشم، باور کنم. And then in Acts of the Apostles, he's before his people and he ascends into heaven. و تو کلام نوشته، تو رسولان اکتس نوشته جلوی همه فرزندانش هست، بعدن میره تو آسمان، میبینن میره تو آسمان. I believe that. باور میکنیم. You know, even your confession and your faith right now, your belief is a gift of God. میدونین حتی این اعترافتون الان، این که انتخاب میکنین باور داشته باشین، میدونین یک هدیه هست از خدا، هدیه میده که باور کنیم. God gives us the belief to believe such amazing happening 2000 years ago. خدا به ما این هدیه را میده، این عطا را میده
که بتونیم باور کنیم. نمیگم عزیزان باور کردن یعنی نیست احساسمون، با زبانمون با ارادهمون داریم میگیم I choose، من انتخاب میکنم که باور داشته باشم. و خداست که این هدیه رو میده، یک چیزی که یه چیز معجزانه که شد 2000 سال پیش ما باور داشته باشیم، ایمان داشته باشیم. And in Romans chapter 10 it states that with our confession of the Lord we shall be saved. و تو رومیان 10 نوشته با این اعتراف زبانمونه که ما نجات میگیریم. With our belief in our heart we made right with God. این اعتقادی که داریم حالا تو قلبمون و با این کلامی که میگیم که از قلبمون میاد، ما باور داریم، ما دوباره عهدمون رو بستیم با خدای خودمون. Believing on Jesus and his righteousness we are made right with God. وقتی که نه که با کار قشنگی که خودتون میتونین بکنین، ولی فقط با این سادگی ایمان داشتن تو این حرفی که الان زدیم، تو این کلام، ما دوباره برمیگردیم به خدا، درست کار میشیم. We're now entering into this covenant with God through his son Jesus. ما میایم تو یک عهد از طریق عیسی مسیح با پدر آسمانی. This covenant is forever. این عهد eternal. برای همیشه است. Wonderful. عالیه. Beautiful. زیباست. Great. عالی. Everlasting. هیچ وقت تمام نمیشه. پس عزیزان، God with us forever. خدا با ماست برای همیشه. Wherever we go. هر جا میریم. Whatever we do. هر کار میکنیم. Our God is covenanted with us. خدا بسته و با ما هست. He is committed to us. با ما عهد بسته و همه چی واسه ما هست اونجا. همه کار، همه چیز زیر کنترل او هست. Even if we fail, he will never fail. حتی اگر ما شکست می‌خوریم. Through covenant. او هیچ وقت شکست نمی‌خوره. Through blood. یک قول داده به ما. یه عهد بسته از طریق خون. All that he has spoken now belongs to us. همه قولای انجیل که صحبت کرده. All the promises. All همه the blessings. قولای برکت که میخواد ما بده حالا مال ما میشه وقتی که ایمان داریم. همه معجزات، همه شفاهایی کرده تو کلام، authority over the devil. همه این آخه برای اینکه به ما گفته وقتی که ایماندار میشی اقتدار داری روی شیطان. Deliverance from all powers of darkness. ما اقتدار داریم، ما یهو یک قدرت میاد تو ما. Restoration of families. Restoration in relationships. از قدرت‌های تاریکی، از اعتیاد، از ازدواج‌های شکسته. ما آزاد میشیم، شفا میاره وقتی که ما این عهد رو میبندیم. Power to be his witnesses. قدرت میگیریم که بتونیم به همه بریم و کلامش رو بگیم که چی کار کرده تو زندگی ما. And the greatest of all, sonship. و بهتر از همه اینا ما فرزند خدا میشیم. Yes, ladies and gentlemen, sonship for everyone. Yes, میشیم فرزندان. Heirs and joint heirs with Christ Jesus. هم ارث میشیم با عیسی مسیح. Forever. برای همیشه. You may fail, he never fail. His covenant شما is forever. شاید شکست بخورین که تو این دنیا میشه واسه همه. Remember, ولی he هیچ وقت اون شکست نمیخوره، هیچ وقت قولشو به شما عزیزان قولاشو نمیشکنه، شما رو انتخاب کرده. اگر امروز شما مسیح رو دعوت کردین تو قلبتون، فکر نکنین خب من این تصمیم رو گرفتم چرا. شاید بعدن برای اینکه شیطان سعی میکنه این کارو بکنه عزیزان، وقتی که یه تصمیمه، این بزرگترین تصمیمه که تو زندگیتون میتونین داشته باشین،
و وقتی که این تصمیم رو میگیریم فقط خدا میتونه رو قلبتون بذاره که از زبانتون بگین اینو: عیسی مسیح، من ایمان دارم به تو. خیلی وقتا بعدش شیطان سعی میکنه هنوز بیاد وسوسه کنه، بگه شک بیاره، بگه چرا من این کارو کردم. هللویا. ولی یادتون نره، هللویا، اگر شما این دعا رو هللویا میگین، یا اگر هللویا همین امروز نشستین هللویا اینجا دارین صحبت میکنین، بدونین هللویا که این یک این تصادفی نبود. عزیزان، هللویا، شما اینجا این برای اینکه خداوند صداتون کرده و میخواد با شما هللویا صحبت کنه، بگه چقدر شما رو دوست داره و دعوتش دعوتتون داره میکنه. هللویا. دعوتتون. You know, he did not leave us comfortless when he left. He asked the Father for the Holy Spirit, the person of the Holy Spirit. خب عزیزان، عیسی مسیح رفت رو صلیب، بعدن رفت تو آسمان، درسته؟ ولی این نیست که ما الان تنها هستیم. برای اینکه قول داد او میره به آسمان، ولی برای ما یک مشاور میاره. یک شخص، یک قدرتی، یک شخصی که ما رو تو این دنیا حکمت میده، حکمتی که هیچ منطق، عزیزان، منطق دنیا یا دانش دنیا نمیتونه. And then also, Pastor, yes, since we talked about the Holy Spirit, yeah, can we also pray yeah for the people yeah who have accepted? Amen. Yes. پس بیان عزیزان، میخوایم دعا کنیم واسه شفا، و من از پاستر اریک خواهش کردم یه دعا کنه برای روح قدوس که میاد پرمون میکنه وقتی که مسیحی هستیم. شما هم داشته باشین از طریق اونی که قدرت داری. Let us lift up holy hands. Paul said when you pray lifting holy hands. پس تو انجیل پاولوس گفته وقتی که دعا میکنین دستاتون افراشته، برای اینکه اینا دستا قدوس، برای یک خدای قدوس دستمون رو داریم. Say together, Holy Spirit, بیا با هم بگیم: You are welcome into my life. بیا تو زندگی من، منو پر کن. Empower me to be the witness that I'm called to be. قدرت به من بده که اون شهادتی بدم به مردم که میخوام. With all wisdom, understanding and knowledge. حکمت به من بده، دانش به من بده، اون حکمتی که هیچ دنیا نمیتونه بده. Give me hunger for this word. روح القدس به من یک گرسنگی بده واسه این کلام. Comfort me. منو بیار آغوشت. Touch me, my Father God. لمسم کن پدر. I am asking you, Father God, for your healing. خواهش میکنم by your spirit منو شفا بده. My body. از طریق روح خودت. My mind. بدنم. فکرمو. Ask you to touch me now. لمسم کن. I welcome you. بیای. I welcome your presence. I welcome your touch. من خوش آمدم. I welcome your authority. من. I welcome your power. اقتدارت، قدرتت، خودت، حضورت، خوش آمدی تو زندگی من. The Lord is saying that I am with you. خدا به شما داره میگه من با شما هستم و الان داره شما رو شفا میده. یکی گردنش داره شفا میده، یکی شونه‌هاش، یکی تو دندوناش داره شفا میده، یکی تو چشما باز داره میشه. چشمایی که نمیبینه باز میکنه، ولی چشمایی که خشکم هست یه چیزی هست داره شفا میده. فقط بگو خوش آمدید روح القدس. خدا میگه دارم شفا میدم. فقط میگه خدا باور داشته باش، ایمان داشته باش. بعضی ها الان دارن سردرد میگیرن، میخوان قش کنن، شما را داره خدا شفا میده. A new disc. پشتتون یک دیسک هست که داره شفا میده. یکی عمل کرده و خوب در نیامده، ولی خدا به شما داره معجزه میده. دکترا یه کارایی میتونن بکنن، ولی خدا همه کار میتونه بکنه. یکی پشتشون، همه جاش، از سر تا پا، their knees, all the way down to their ankles, you're going to feel. Arthritis is being healed right now. Arthritis. داره میره الان. شفا میگیرین. Dementia is being healed. دیمنشیا وقتی که دیگه Hallelujah. Someone is coming back into their mind. یکی داره برمیگرده به فکر. We declare now whole. همین الان به نام عیسی مسیح. میگیم کامل بشو.
And we thank you. Someone is being traumatized nighttime. A visitation, not of God, evil. The Lord is healing you. And He is your salvation. He is the God who is present. He is dealing with those spirits. And the Lord is saying, do not fear. No more. My children, do not fear. I am with you. I am covenanted with you. I will go with you wherever you go. I'm not looking for perfect people, says the Lord. I'm looking for people who will believe on me and believe on what I have accomplished and believe on who I am. That's the person I'm looking for. Someone who will believe. I will do the rest. I will do the rest. It is my power, my authority, my love, my healing. It's all from me. You just open your heart, says the Lord. You remember I'm there. You give me a place to work. And I will work. I will work. And you will see that I am the God who is there and the Lord who heals you, says the Lord. Now rise up, my children. Rise up, my children. Don't be bowed down with fear and torment. Rise up. Yes, lift up your heads, O ye gates. Yes, lift them up. Your redemption is near, says the Lord. Yes, I am there. I am here. Wherever you go. And I love you very much. And I love you very much. Each one of you. Even those who are questioning me. Even those that are even fighting against me. I love them too. Yes, I am loving my creation. And I want all of them to come to me. All, says the Lord. All, says the Lord. And come. And I will take over, says the Lord. Hallelujah. Amen. 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 Praise the Lord. Thank you. Praise the Lord. Thank you, Pastor Eric. That was awesome. عزیزان امیدوارم که واقعا از این کلام برکت گرفتین. ایمان داریم که اگر این تصمیم رو گرفتین امروز برکت گرفتین و انتظارای بزرگ داشته باشین. بعضی وقتا ما انتظارامون از مردمه و مردم دل ما رو میشکنن. ولی خدا میگه کاری ندارم اگر همسرت، پدرت، مادرت، خواهرت، برادرت، دوستت، کاری ندارم کی هست. انتظارات از آزادشون کن از انتظار. امروز حالا که با من عهد بستی همه انتظار را تو بذار رو من. از من پر انتظار باش برای هر چیز کوچیک یا بزرگ تو زندگیت. و عزیزان میبینین جلال خداوند تو زندگیتون. ولی it's not just enough, right, Pastor Eric, to just we come to the Lord. Then what should we do for the people who have come to the Lord? What should we? Number one, get a Bible. حالا که اون شخصایی که ایمان آوردن ببینیم باید ما چجوری یک بچه به دنیا میاد. به بچه باید شیر بدیم بزرگ بشه. درسته؟ خب شما روحتون امروز تازه شده. مثل یک بچه برای اینکه به دنیا اومده. خب باید به این بچه غذا بدین که بزرگ بشه. درسته؟ فقط این تصمیم بس نیست. باید ادامه بدین. و yes. پاستر اریک پرسیدم خب پس چجوری ادامه بدن عزیزان که این تصمیم رو گرفتن. شماره یک این کلام رو بخونین. خب دارین شما بایبل؟ امیدوارم داشته باشین. حتی اگر ندارین میتونین برین رو اینترنت و Amen. هست تو Amen. فارسی زبان هست و شروع کنین بخونین. Pastor Eric, where do you recommend they start from? Because it's intimidating, right, when you first start? Yes. Well, after I saw Jesus in this encounter with him, the first thing I wanted to go to were the Gospels. Mm-hmm. So I would really start off with the Gospels. عزیزان Gospel of John, you know, good. مثلا با یوحنا شروع کن. هر کدوم از اینا متا، مرقس، لوقا، یوحنا شروع کنیم با اینا تو عهد جدید و
واسه من شخصا، من که مسیحی زاده نبودم، واقعا خدا نشون داد به من که حقیقته و من همه چی رو نمیفهمیدم، ولی 28 سالم بود و دعوت کردم عیسی مسیح رو تو قلبم و واقعا عوض کرد منو، عمل کرد قلبامو یه جوری و داره ادامه میده. ولی کلام من میگفتم روح القدس با من باش، وقتی که این کلامو میخونم تو باز کن، تو باز کن که بفهمیم. آمین. 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 Psalms I'm in every day. Psalms. و کتاب مزمور هر روز پاستر اریک میگه. And the, for the answers of everyday life, Proverbs. و واسه جواب‌های که می‌خواین، حکمت روز به روز، امثال، Proverbs خیلی. And remember the Holy Spirit has been given to you as a child of God to lead and teach you. So he will show you, he will lead you, he will lead you to church, he will lead you to a Bible study, he will lead you to a prayer meeting. He will find people for you. Don't worry. نگران نباشین عزیزان، برای اینکه خود روح القدس به شما نشون میده کجا برین، چی کار کنین. حقیقتش هست، وقتی که من مسیحی شدم، خب خیلی من کوچیک بودم، با فامیلم انقلاب شد، اومدیم بیرون. من فقط 5 سالم بود، ولی وقتی که بزرگتر شدم، همین مسیح شدم، برگشتم ایران واسه دومین بار و واقعا اشتیاق داشتم برم اونجا کلیسا، ولی کسی رو نمیدونستم که مسیحی باشه تو امریکا که بتونم بپرسم کجا برم. و واقعا معجزانه، از معجزانه به من خداوند نشون داد وقتی که رفتم ایران کجا برم و خب کجا برم، چی کار کنم، با کیا اونجا بودم ملاقات کنم، یه طور معجزانه. و شما هم همینطور ببین، تو نذارین شیطان ترس بیاره روتون، مخصوصا واسه شخصایی که الان تو ایران میشینن. تو خدا هیچ ترسی نیست. اگر هیچ احساس ترسی میکنین، مطمئن باشین اون از خداوند نیست. این یک علامته. خب خداوند آرامش میده، توش آرامشه و هیچ نترسین. نترسین، فقط بگین روح القدس تو به من نشون بده و آدما رو بیار، امکانات رو بیار جلوم که من بتونم رشد کنم تو ایمانم. Well, thank you so much Shadi for translating for me and Pastor Razul to allow me this moment to share with the wonderful people listening and watching. It's such an honor to be here to share the word of God, such an honor to speak to such beautiful people. God loves you, just loves you. And the more you follow him, the more you will know how much he loves you. It's just such a beautiful a time of your life. It's a whole new life, whole new life. Christianity is not just a religion or it's a relationship with God. And it's just a whole new life. And you will see things happening that you've never seen before, because God has organized all these things and God knows what he's doing. Yes, amen. Amen. Thank you so much, Pastor Eric. Yeah. And واقعا تشکر میکنیم که شما امروز با ما بودین. Amen. Amen.
روح تو هستم. محتاج فیض و گرمی بهر تو هستم. خدای من مسیح من شبانم هستی. تنها تو احتیاج منی که زنده هستی. شبانم پادشاه